سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 12 ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو 4 تابع کاربردی رو خدمت شما آموزش میدم که تو محاسبات کاربرد زیادی داره. تابع سام، تابع اوریج، تابع ماکس و تابع مین. همراه با مثالهای کاربردی که تا آخر ویدیو با ما همراه باشین، اونا رو به طور کامل به شما شرح میدم. اگه تازه با اکسل و کانال ما آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که سری آموزش اکسل رو از ابتدا نگاه بکنید. که لینک پلی لیست رو در انتهای ویدیو قرار میدم و در کپشن زیر ویدیو هم براتون قرار میدم. من این تابه‌ها رو و بقیه بخش اکسل رو که بهتون آموزش میدم، قدم به قدم که پیش میریم، خودتون هم حتما تو اکسل تمرین کنین تا اینا فراموشتون نشه، چون بسیار فرار هستن. سلام و درود مجدد از خدمت همه شما عزیزان. امروز هم با 4 تابع محاسباتی در خدمت شما هستم که حتما براتون کاربرد خواهد داشت. تابع سام، اوریج، ماکس و مین. اولین نکته مهمی که لازم خدمتتون عرض بکنم، شما برای اینکه مطمئن باشید محاسبات درستی رو میتونید انجام بدین، باید فرمت سلولاتون درست باشه، که اینو توی آموزش‌های قبلی گذاشتم. حتما پلی‌لیست رو چک بکنید تا با فرمت سلولا به طور کامل آشنا بشین. حالا اینجا برای اینکه ما با در واقع محاسبات کار داریم، این خونه هایی که توش در واقع اعداد وارد شده و خونه هایی که قراره نتیجه محاسبات اعداد رو در واقع داشته باشیم، یا مثل این ور یا مثل این ور، اینا باید حتما فرمتشون به طور عددی تعیین شده باشه. البته جنرال هم اگه باشه معمولا ایراد نمیگیره، ولی ترجیح اینه که به طور عددی باشه، که من اینا رو قبلا انجام دادم با همون روشی که خیلی سریع بهتون نشون بدم. فرمت سلز و روی نامبر گذاشتم و دو رقم اشاره هم داره که میتونیم بردارین. حالا میگم تو آموزش قبلی اینو کامل توضیح دادم. پر کاربرد ترین در واقع دستور محاسباتی سام هست، که در واقع به قول معروف انقدر کاربرد داره که دم دستی هم اکسل برای شما اتوسام رو قرار داده. برای اینکه راحت‌تر شما متوجه ساختار این دستور بشین، من اینو براتون اینجا به طورت متنی آوردم. ببینید، شما وقتی سام رو می‌خواید قرار بدین، یا می‌خواید خونه‌هایی که قرار اعدادش با هم جمع بشه رو دونه دونه انتخاب کنین، که این حالت اول میشه سام، توی پرانتز مثلا نمبر اول، نمبر دوم تا انت نمبر، که معمولا خب کمتر اتفاق می‌افته کسی از این حالت استفاده کنه. شما معمولا جدولی دارین که در واقع یه محدوده ای داره، یا ستونی داره، یا ردیفی داره. شما میخواین اون اعدادی که در اون محدوده قرار گرفتن رو با هم دیگه جمع بکنین. پس این ساختار دوم به کارتون میاد که سام، سل اول که شروع محدوده هست، مثلا اینجا دو نقطه که هم معنی تا رو میده، تا فلانجا سل ام، و شما خیلی راحت میتونید جمع اینا رو داشته باشید. به طور مثال ما اول روی ستون order quantity شروع میکنیم، تعداد سفارش ها. خب ببینید جمع تعداد سفارش ها تو این محدوده ای که در واقع ما داریم، حالا فرق نمیکنه، من اینو به خاطر اینکه شما راحت ببینید تعداد محدود انتخاب کردم. اگر 400,000 تا ردیف هم شما داشتین، همین روش رو به کار میبردیم، فرقی نمیکرد. پس شما میزنید مساوی سام، من با تب انتخاب میکنم، محدوده اولمون کجاست، هم میتونید دستی وارد کنید، همین که خب راحت‌تره که اینجا که در واقع همه توی صفحه دارید با موس رو انتخاب کنید. من خونه اول رو با موس انتخاب میکنم. میبینید خودش حالت در واقع چشمک زن نشون میده که خونه اولتون اینه. دو نقطه رو میزنم، میگه تو کدوم محدوده میخواییم باشه. محدوده آخر انتخاب میکنم که اینجا هستش. میبینید خودش تمام محدوده رو به طور اتوماتیک انتخاب میکنه. کافیه که پرانتز رو ببندم و اینتر رو بزنم. 633 شد جمع ما. حالا من اینو وسط چینم میکنم که زیباتر دیده بشه. خب همونطور که ملاحظه کردید، ما اینجا رو به صورت در واقع دستی وارد کردیم. اما همونطور که اشاره کردم، خود اکسل به صورت اتوماتیک هم یه دکمه برای این حالت قرار داده، اتوسام، که من فرض میکنم حالا میخوام یونیت پرایس، قیمت در واقع واحد اون کالامون رو جمع بکنم. این بار از این بالا توی همون برگه هوم اتوسام رو انتخاب میکنم. البته شما اگر این زیر مجموعش انتخاب کنین، حالت دیگه هم داره که حالا من این رو هم بهتون یه بخشش رو توضیح میدم. همون اتوسام اولی رو انتخاب میکنم،
خودش میبینه به طور هوشمند، چون این خونه‌ای که ما میخوایم جمع قرار بدیم چسبیده بود به اون محدوده مد نظر ما، خودش حتی اومد محدوده رو انتخاب کرد. حالا اگه این موقع خونه ها خیلی زیاد بودن، شما معمولا بهتر یه نگاهی بکنید به دلایلی که بعدا بهتون میگم. مثلا اگه خونه خالی این وسط باشه، ممکنه این محدوده رو درست انتخاب نکرده باشه. حالا اینجا که کوچیکه، ما کامل همه رو میتونیم ببینیم و مشکلی نداره. اگر که این اتوسام درست انتخاب نکرده بود، دوباره با موس محدوده رو انتخاب میکردم. حالا اینو تو خونه بعدی بهتون نشون میدم تا ببینید. اینتر رو میزنم، جمع اتوماتیک حساب کرد. ببینید اینجا ما بلانک داریم دیگه. من اتوسام این دفعه اینور انتخاب میکنم. میبینید به خاطر این خونه های بلانکی که خونه های خالی که اینجا قرار داشت، نتونست درست محدوده رو تشخیص بده. در این موقع من میام موس رو خودم انتخاب میکنم، در حالتی که این فرم فعال هستش. موس رو از ابتدا تا انتهای اون محدوده میکشم و بعد اینتر میکنم، جمع ما درست انجام شد. و نکته آخری که به نظرم میرسه، باز میگم چون در واقع سام کاربرد زیادی داره، یه موقعی شما نمیخواین فرمول بنویسین، کاربردی براتون نداره، فقط میخواین چشمی ببینید که جمع این محدوده چقدره. شما اگر محدوده مد نظر رو انتخاب بکنید، تو این نوار استاتوس پایین میبینید زده سام، جلوش هم یه عدد زده 1367.86، دقیقا همین عددی که ما اینجا محاسبه کردیم. پس هم یه راه سریع دیدن سام اعداد هستش. قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، اگر که این ویدیو ها براتون کاربردی هستش، حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم. حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید. و اگر سوالی داشتید، حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. دستور محاسباتی بعدی که اینم کاربرد زیادی داره، اوریج هست، که همونطور که از اسمش مشخصه یعنی میانگین گیری. شما باز دوباره با دو تا فرمت مثل همون سام روبرو هستید، یا اینکه میتونید نامبرا رو دونه به دونه وارد کنید با جدا کننده از هم، یا اینکه محدوده رو سلول اول تا سلول دوم. همونطور که گفتیم حالت اول معمولا زیاد استفاده نمیشه، مگر اینکه شما سلول های مختلفی داشته باشید. مثلا میخواید این دونه رو با این دونه رو با این رو جداگونه بگیرید که دیگه محدوده نمیتونید بگیرید، بعد جدا جدا اون انتخاب بکنید. خب من دوباره هر دو مدل دستی و اوتوماتیک به شما نشون میدم. برای حالت دستی میزنیم مساوی اوریج، همون اولش که بزنید خودش میاره، با تب انتخاب میکنین ابتدای محدوده، دو نقطه با موس انتهای محدوده انتخاب میکنید، پرانتز رو میبندید و اینتر. میانگین رو برای شما محاسبه کرد. اگر شما در واقع اینجا رو حالت نامبر که مد نظرتون رو نداده باشین، تعداد اشیا رو هر چقدر که خودش تشخیص بده براتون قرار میده. من میخوام میانگین ما دو رقم باشه، در واقع همه رو انتخاب میکنم، فرمت سر رو میزنم و نامبر روی دو تا اشار. خب 27.52 شد میانگین ما. و برای اوتوماتیکش هم دوباره از اون بالا منوی کنار اوتوسام این سری اوریج رو انتخاب میکنم، خودش محدوده رو درست انتخاب کرد. البته نه، این هم الان نکته جالبی بود، چون خونه ای که ما در واقع انتخاب کردیم پایین تر از محدوده بود، خونه بالایی که در واقع سلول سام ما هم بود داخلش آورده. میگم یه موقعی بعد در اینجا موارد چشمی نگاه کنید. پس من دوباره با موس همه رو انتخاب میکنم تا اونجا که مد نظرمه اینتر میکنم. 59.47 میانگین شد. حالا اگه برای همینم هم من اوتو سامود اوریج داشته باشم، ببینید خونه های اشتباه رو بود. حالا من یه بارم دستی به شما نشون میدم که ببینید این خونه آدرس چطوریه. F ستونشه، دو هم که ردیفه میشه F2. پس من این اولش رو شروع و دستی میزنم F2. میبینید خودش هم انتخابش کرد اوتوماتیک. انتهاش کجاست؟ توی ستون F ردیف 24. پس F24. من یه مدل میگم، مدل مختلف که شما باش برخورد میکنید. دستور بعدی مکس یا مکسیموم، همون حد اکثر بیشینه به زبان فارسی هستش. ساختار اون هم دقیقا شبیه دو دستور قبلی هستش. این هم تا در واقع نرسیم سراغ مکس، خدمتتون عرض کنم مثل همون سام وقتی شما یه محدوده رو انتخاب میکنید، در این پایین اوریج هم برای شما نشون میده که اگر نگاه کنید میانگین 59.47 بود که ما محاسبه کرده بودیم.
برای مکس هم دیگه خیلی سریع ازش رد میشم یا روش دستی رو ما وارد میکنیم. مکس تب در واقع خونه اول دو نقطه خونه آخر فنتوز میمانیم. خب بیشترین عدد 48 هستش که همینجوری شما چشمی هم نگاه کنیم معلومه که این خونه 48 بیشترین عدد ما بوده. اگر هم که بخواییم به صورت اوتوماتیک مثلا برای این بر انتخاب کنید اوتوسام مکس داره، اینجا مکس انتخاب میکنید، باز محدوده رو باید اصلاح کنید، دو تا خونه بالا رو ما نیاز نداریم، انتخاب میکنید همه رو، انتر میزنید. 205 در واقع بیشینه ما بود و اینم که حالا چون تو مورد قبلی مثال براتون ندادم یه مدل هم اینجوری بهتون نشون بدم که ما میزنیم مساوی مکس، مثلا میگیم این مکس این خونه رو میخوام و خودش میبینیم داره به ما میگه حالا رفتید نامبر دوم، این خونه رو میخوام در قول رنج نمیخوام، یه سری خونه های خاصه میخوام، خونه سوم میبینه همینجوری یکی که که میرین جلو راه نمان داره به شما میگرفتیم تو سراغه عدد چهارم و حالا میگیریم پنجم هم از این پایین. وقتی همه شام شد فرانداز رو میمندم اینتر میکنم، میانگین این عددی که ما انتخاب کردیم شد این، اشتباه نگیریم میانگین کل اینا نیست، میانگین همون عددی که انتخاب و در ماکسیموم هم عددی که انتخاب کردیم. و آخرین دستور جلسه امروز مینیمم یا همون کمینه در زبان فارسی هستش که اینم دقیقا مثل همون قبلی ها هستش، دیگه توضیح زیادی نمیدم، فقط اینجا براتون وارد میکنم که ببینید مساوی مینیمم با تب انتخاب میکنم خونه اول دو نقطه خونه آخر اندازه میمندم. کمترین عدد ما اینجا دو بودش، اینجا هم با روش اوتوماتیک خودش انتخاب میکنم مینیمم از بالا اصلاح محدوده اینتر و همونطور که مثل قبلی ها گفتیم میتونیم دونه دونه هم این خونه ها رو انتخاب کنیم. خب یه نکته مهمی که الان به نظرم میاد، اگر شما کارتون و گزارشات روزانه‌تون به طوری هستش که دائما میخواین یه محدوده خاصی انتخاب کنین، چطور بود همونطوری که بهتون گفتم سامو اوریج رو این پایین توی استاتوس بار نشون میداد که میانگینتون و جمعتون چقدره، میتونید ماکسیموم و مینیموم هم برایش اینجا داشته باشید. حالا برای کار معمولی چون زیاد کاربرد نداره پیش‌فرض اکسل اینا رو قرار نداده و این پایین رو نمیخوایم چیزی رو خوب کنیم، اما اگر که کار شما جوری هست که نیاز دارید اینجا روی استاتوس بار کلیک راس میکنین ببینید توی محدوده اینجا همونطور که میبینید اوریج کانت و سام تیک خورده که یعنی اینا رو به ما نشون بده. اگه شما مینیمم و ماکسیمم هم تیکش رو بزنید اونا رو هم برای شما اعمال میکنه. حالا من یه محدوده خاص رو اینجا انتخاب میکنم و کنید مینیمم اینا در اینجا نشون میده 7799 حالا کلش هم انتخاب میکنم که با فرمول خودمون ببینیم درسته مینیمم 1.68 بود که توی فرمول هم در آوردیم، همینطور ماکسیموم 2599 که اینم برای خودمون اینجا درآورده بودیم. هر وقت هم که خواستیم با همون روش دوباره میتونیم تیکه اینا رو بردارین که اطلاعات زیادی حتی اوریج و سام هم دیگه اینجا نباشه. و نکته مهم بعدی، اگر شما مثلا اینجا 40 تا ستون هم داشتین یک بار اینا رو برای در واقع ردیف های بالا محاسبه کردین و اگر این جدول دقیقا عیناً شبیه هم دیگه هست ولی مثلا با فیلد های مختلفی میخواین همین فرمولا رو دوباره برامون تکرار کنین، شما در واقع اینو کپی میکنین بعد مثلا اینجا که ما در واقع محاسبات نداشتیم پیست بکنید خودش اوتوماتیک با همون فرموله که مشابه در واقع ستونه مد نظر ما بود ولی برای این بالایی اعمال میکنه. من روی کنه دبل کلیک میکنم میبینید محدوده درست بالا رو انتخاب کرده ولی همون اوریج یا برای این همون ماکسیموم رو تو همون محدوده رو با این هم میتونیم به کارتون سرعت بدیم.